تشتک اولی هر کدومشون توش 9 قطره قرمز داره، تشتک دومی 6 قطره قرمز داره از هر کدوم، تشتک سومی از هر کدوم از این 4 تا مجموعه توش 4 قطره قرمز داره و تشتک آخری از هر مجموعه توش 2 قطره قرمز داره. توی اولیشون 2 تا از این زرد ریختم، توی دومی 5 تا از این زرد، توی سومی 7 تا و توی آخری هم 9 تا ریختم. این مجموعاً 11 قطره رنگ توی هر کدوم از تشتک‌ها ریختم. فرمول 2 5 7 و 9 از این مدل زرد. 2 5 7 و 9 قطره از این مدل زرد. 2 5 7 و 9 قطره از این مدل نارنجی. بعد که یک دور همشون مخلوط شد، به هر کدوم 3 قطره از این رنگ آبی اضافه کردم. خب تون‌هاشون رو دارید می‌بینید. توی اولی چون ترکیب این مدل زرد و این مدل قرمز بود، یه تون تقریبا نارنجی متوسطی داشتیم، یعنی تقریبا این دوتا تون رو اینجا به دست آوردیم و بعد ترکیبشون با آبی به ما این رنگ ها رو داد. اما توی قسمت‌های بعدی چون در واقع این زرد خودش ترکیب از این زرد به همراه قرمزه، پس قرمز بیشتری تو این زرده و باعث شده که ترکیبشون با آبی این رنگ رو بده. همینطور این نارنجی یه نارنجی متعادله که خب ترکیب زرد و قرمزه، پس در نتیجه توی هر تشتک بجز اون قرمزی که ریختم و حالا هر تعدادی از این ریختم، یه جورایی انگار قرمز بیشتری با این زرده بوده و ترکیبشون با آبی این رنگ ها رو داده. و همینطور توی آخری که یه نارنجی پررنگه که تشکیل شده تقریبا از 80% قرمز و 20% زرده، طبیعیه که چون قرمز زیادتری داره زرد کمتری توشه. یه جورایی وقتی شما 9 قطره قرمز ریختین 2 قطره هم از این، انگاری که 10.5 قطره قرمز ریختید و یه نیم قطره زرد. ترکیبش هم با آبی این رنگ ها رو میبینید. همونجوری که دقت میکنید یه پایه سبز رنگ توی رنگ ها مشاهده میشه و توی این دوتا طیف آخری که با این دوتا ترکیب شده به این رنگ ها تبدیل شده. اما توی این چون زرد به خصوص توی این تشتک 9 قطره زرد بوده، 2 قطره قرمز و 3 قطره آبی، یه بافت سبز خیلی خوش رنگی که تو خیلی کارا دیده میشه رو به دست آوردیم. این پس میشه از ترکیب رنگ ها. تو ویدئوی بعدی دوست دارید بهم بگید که چه رنگایی رو با هم دیگه ترکیب کنم و همینجوری مجموعه براتون درست کنم.